بینندگان عزیز سلام و درود. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان آصف دورانی. امی دورانی امی تخلصش هم بسیار معنادار است. یادم به بهانه ای که از افغانستان یک 11 سپتامبر 2 ممکن است سر بزنه اظهاراتی کرده. به نظر شما در پشت اظهارات چی است؟ بعدا اشاره میکنیم. مولوی کبیر از مقامات طالبا گفته که همون گپ معمول گپ کونه را میگن. در تاریخ افغانستان هم میشه در جنگ برنده است، در سیاست بازنده. همین تو یک گپ زده. واقعا نمیتونه است؟ تاریخ پیش روی ماست. کدام چیز اسطوره مفقوده نیست؟ در کدام تاریخ افغانستان برنده جنگ شده؟ برنده جنگ چرا میگن؟ برنده جنگ رو میگن که طرف مقابل کاملا خل و قمع کنی، محوش کنی و به اصطلاح دیگه طرف دور نخوره، ماشین جنگیش بشکنانی. در کجا شده؟ خب درگیری منطقه با امریکا یک وضعیتی است که طالب به جنگ خواهد کشید، چه امروز چه فردا. او بسته به ایست که در تعاملات جهانی و منطقی چه تغییرات میه و او تغییرات اولین قربانیش کی است؟ طالبان است. یک گروه نیابتی موقتی کرایه گرفته میشه، اینمی سرنوشتش است. چرا این نیروخ از یک برخواست از یک بنیاد ملی نیست، اقتدار نداره؟ خب اول میریم سر آصف دورانی. فرستاده ویژه پاکستان میگه حمله 11 سپتامبر دیگه ممکن است از افغانستان سرچشمه بگیره. خب چرا از افغانستان سرچشمه بگیره؟ چرا از لانه اصلی خود، از مدارس تروریست پرور در خود پاکستان منشأ نگیره؟ از اموج منشأ گرفته بود اولش. البته او یک داستان مندرآوردی و به اصطلاح ما سناریو شده بود، اما بازم مبدأ سناریو پاکستان و عربستان سعودی بود و آلمان بود. این حرفا رو به خاطر میگم که جوانایی که سنش از 25 به بالا تا 40 است، اینا دیر یا زودتر خوب یا بد، نفع یا ضرر افغانستان شریک میشن در سیاست. این مسائل در ذهنشان باشه. اکسپرس تریبیون این موضوعات مطرح کرده که پاکستان نگران خارج شدن افغانستان زیر اداره طالبان از دید جهانی است. او هیچ قدر دلسوز افغانستان شده. آصف درانی میگه نگران هستیم که طالبا، یعنی افغانستان زیر اداره طالب، از دید جهان خارج شود. یعنی پس از جنگ در اوکراین و غزه حال اینا به فراموشی نروند. افغانستان میگه تقریبا فراموش شده. عالم میگه کاملا غلط. این نماینده دیپلماسی پاکستان است. افغانستان چطور فراموش شده؟ امی تو که گپ میزنی امیل اینمی فراموشی نیست. تمام مؤسسات بین‌المللی آمده در جان طالبا چسبیده. چین چسبیده، پاکستان، ایران، روسیه، امریکا، اروپا فراموش نشده. کشوری که فراموش شده بسیار جالب است، پاکستان است. خب خود آدم میگه که بعد از جنگ در اوکراین و غزه اولویت های بازیگران بین‌المللی تغییر کرده. بله، اما اولویت ها تغییر کرد که پاکستان رو به خاک سیاه شاند از نظر اقتصادی. اما اولویت ها تغییر کرده که امروز جنگ داخلی رو پاکستان بردن از طریق TTP. خب خود از این میگه که در واقع افغانستان دیگه در صدر اخبار نیست. چطور نیست؟
مز یک گپ میشه در صد اخبار است. حتی میگه در صفحات داخلی افغانستان غایب است. این دیگه دروغ. نماینده پاکستان خدمت شما میگم. میگه ما فکر میکنیم که وضعیت میتونه افغانستان به شرایط پیش از 11 سپتامبر اول برگردانه. در واقع 11 سپتامبر ثانی با وجود بیاید. چرا؟ تو یک ما میکنی حتما پلان دارین. یک سناریو دومه با امریکایی شما پلان کردین که بازم آدرس افغانستان میگیرین. افغانستان کد امریکا پیمان امضا کرده، قدرت برشان سپرده، طالب دیگه هیچ نیازی نداره. برای 11 سپتامبر به 11 سپتامبر فکر کنه. آصف دورانی مثل که فاصله بین افغانستان و امریکا رو مثل فاصله بین افغانستان و پاکستان فکر کرده. یعنی طالب قدر دیگه میره اونجا. 11 سپتامبر سرچشمهش از جایی است که گهواره آموزش تروریسم است. خب خود از یادم میگه که 97 درصد جمعیت کنونی افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن. یعنی قدر دلسوز است به افغانستان که 52 درصد جمعیت به کمک های بشر دوستانه بین المللی وابسته هستند. و نگرانی ما بایدی باشه که مردم افغانستان شروع به ترک کشور نکنند که گزینه اصلیشان پاکستان است. و ای قدر با بیزتی که مردم اخراج میکنن زده زده از این چیز نمیگه. چرا این کار کردن؟ به خاطر از اینا میخوان. هدف از این اظهارات چی است؟ میخوان که ملل متحد باید به پاکستان بودجه بده. یک امریکا را میترسانه که یعنی یک حادثه تروریستی دوم میشه که به ما کمک بکنین که ما جلو افغانستان را بگیریم. یعنی یک گو شیری میخوان بسازن دوباره با پاکستان. چرا؟ پاکستان اینمیت یک کشور است. تا که پولش از دیگه جای نبه دوچار بحران میشه. داعش از هوا نازل نمیشه. ترانزیتش از پاکستان از خانه آصف درانیست. خب البته تی تی پی کابوس پاکستان است که یک بازی پیچیده عملیاتی است که از درون پاکستان زاده شده تحت سرپرستی منطقه‌ای قرار داره. اما پاکستان در بند از این نیست، فقط باید پول بیاید از جای ملل متحد به حساب مهاجرین بر از اینا پول واریز کنه و امریکا بترسه که این تروریست ها دوباره از افغانستان میان، منافع امریکا تهدید نشه، سر پاکستان دوباره سرمایه گذاری شود. دیگه من هیچ مسئله را در پشت گپای درانی خان نمیبینم. شما چطور؟ میریم سر گپای عبدالکبیر. مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای طالبا میگه افغانا همیشه میدان جنگ بردن، میدان سیاست باختن. یعنی گپ کونی را میزنن که یک کسایی که کمتر تاریخ مطالعه میکنه و هم میگن که شنیدن یک چیزه. البته یک اشاره است برگرفته از سخنان مرحوم غبار که دیگه چیز میگه. بازی یا ایر ساده سازی کردن که در نزد جنگ بردیم در سیاست باختیم. نه، یک غلط اندازی شعاری است. تاریخ یک چیزی نیست که ما او را گم کرده باشیم. خیلی هم واضح روایت وجود داره، دور هم نیست. جنگ افغانستان در چه وقت برده؟ این برنده شدن در جنگ شما چی میگوین؟ شاید شما بگوین که اینه منکر نشو، اینه جهاد آمد، شوروی را کشید، به زرق کشید. جهاد از کجا آمد؟ از کجا آمد که زد؟ زدگر کی بود؟ دست ما و شما بود؟ اسلحه از دیگه کس بود؟ سازماندهی از دیگه کس بود؟
لوجستیک دیگه کس بود. وقتی که به نتیجه رسیدن قدرت ها یک کشور آمد دیگه آمد، ما شما ماندیم اینی تو علی و سلی. اینمی چیزی که برای شما گفتم، برنده شدن در جنگ نیست، قربانی جنگ هستیم. اینطور باید جنگ نبرده، در یک جای دیگه خرابی شده در کشورها، اقتصاد شوروی افت کرده رفته، یا مثلا امریکا از طرف سه کشور دیگه معاصر در معاصر افتاد خرچش بالا رفت، آید که رفتن پروژه اوکراین افتتاح کنن، از طرف خود کشیدن این طالب پیردار مانده. یعنی طالب در اثر جنگ نبرده دیگه. همین قسم در کل تاریخ افغانستان دیجه همیشه در این کشور تعامل شده یا چیزی تحمیل شده. این مسائل خو ما میگیم و کسایی که اعتراض داره میدان باز از میدان صحبت و مناظره، البته اینه با مسئولیت میگیم میگه بار. خب یادم میگه که اید زمامدار افغانستان در 100 سال گذشته بر ریشه های اصلی مشکلات نیندیشیده. مولوی کبیر میگه یک راه حل اساسی پیدا نکرده. خب ریشه های اصلی مشکلات چه بوده؟ خودش چیزی نمیگه. تو بگو مولوی کبیر، تو بگو که ریشه های اصلی مشکلات چه بوده، اول بگو که معلوم شود. گفت تجاوز بالای دختران افغانستان، خب کشتار روزانه مردم غیر نظامی و نظامیان سابق، شلاق زنی مرد و زن در ملای عام، بستن مکاتب برای دختران، مسخ کردن معیارهای آموزش، صفرسازی علم و فرهنگ و هنر، ریشه مشکلات افغانستان چی است؟ اول بگو. خویی هم به کنار. آیا کشیدن چشم یک راننده موتر در یک پست بازرسی پیش چشم مسافرین، ای چی تو ای از چه نوع مشکلات از که قبلا اندیشیده نشده در باریش؟ طالب آله ایره در روز روشن اجرا میکنه، ای به اصطلاح تئاتر خونینه. متوجه میشین چقدر تلخ است واقعیت های افغانستان؟ چک پوینت تلاشی گروه طالب در منطقه دوشی میرن چشم نفر میکشه پیش مردم با وسیله ملیشه های گجوری و ملیشه های دشت کیلگه اینجا هستن. خب این گجورا خسیترین و خشنترین رفتار علی مردم داشتند، چه در زمانی که در علی جمهوریت می جنگیدن و چه بعد از او در شمال. از ما یک حرف باشه در گوش شما که آینده به مراتب وخیم در انتظار گجرا خواهد بود. میریم سر مشکل افغانستان. خب دیگه این یک مشکل افغانستان دیگه، یک کسی گال گزارش کردن که ملا قدوس بریالای مسئول امور صحی همین پولیو و چیزا هست که 5 میلیون آدم به اصطلاح چی کنن رسیدگی بکنن. یک آدم منفور سراسر غرق در تبعیض. یکی از دکترهای کلینیک بود، خیلی که ریش کوتاه داشت، به مرگ میزنه. مشکلات افغانستان در اینی جهاز ملا کبیر خان، این ملا قدوس قدر نسبت به فارسی زبان تعصب داره که رنگش کبود میشه وقتی که گپ میزنه. تمام آمرین کلینیک های شمال که فارسی کلش کشید که برو برای ریشه مشکلات افغانستان ملا کبیر اینی جای هست. اما یک گوش ملاکبیرها در از دیگه دیوار
این رفتار اینمی ملاقدوس موجب ترک وظیفه و هجرت بسیاری از متخصصان شده از تمام اقوام. پشتور هم ترسیده دیگه چی میکنه، او هم گریخته، همگی گریخته روان است. ای کی است این ملاقدوس؟ داماد ملا حسن است. داماد چه شیواره است؟ به عنوان رئیس دفتر مؤسسه NEOC وظیفه اجرا میکنه. امیدوار هستم که ملا کبیر فهمیده باشه که مشکلات افغانستان در کجاست. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا، از اوجا مال یک صدا میایم میشه، یک صدای گذرا بعد از او بعد یک ساعت بعد خودش پرسان کنی که اوی مایکل مکال تو چی گفتی؟ نمیفهمه. اما طبق اما پروتکل یک حرف خود میپرده، میگه والا مردم افغانستان زیر مشت آهنین رژیم طالبان رنگ میبرن. خو آل خبر شدی در زمانی که سر قدرت هم نبودن چطور بود؟ که یک شفاخانه حمله می شد، طفل هنوز به دنیا نیامدم کشته می شد. این رنج حال نیست. البته از لطف و از خیرات سر امریکا امروز حکومتی آمده که براستی مردم افغانستان رنج می برن. مایکل خان بازیر نمیگه، تو تیر خدا میاره. یعنی ما نیستیم، امی طالبان هست. رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی سابق یک نظرسنجی عمومی را نشر کرده بود که بین سالهای 2001 تا 2021 همین 20 سال امریکا و کل جهان غرب منابع گسترده را در اینجا مصرف کردن و جان بیشمار مردم از دست رفت بیفایده. در کل 2461 سرباز امریکایی کشته در افغانستان، 3846 قراردادی امریکا کشته. وقتی که جای پیسه باشه قراردادی امریکا اول میدوه. 3846 کشته. از ناتو 1144 سر و سلاح کشته، از اون سرجان 1800 غیر نظامی ناتو تحت نام جنگ علیه تروریسم چی شد؟ رفتن زیر زمین. از نظر هزینه امریکا 2.26 تریلیون دلار خرج کرده، یعنی مقداری که وزنش به حساب بانک نوت های 100 دلاری میشه 22600 متریک تن. آل سر جادای افغانستان رو بگردن، قواره و چهری افغانستان سعی کنیم فقط بگوی که دروپ هم خرج نشده. ای پول کجا رفته؟ ای پول پس امریکا رفته. یک آن چیزی که دوستای افغانستان جمهوریت در اونجا در جیبایشان چکی اسکورت که میکردن یار خدمات دیگه خلاص، اونا هم به جان گمرکات و مثلا منابع داخلی افتیده بودن. کشورهای ائتلاف 500 میلیارد دلار در کل خرج کردن که مجموع هزینه هایش به اصطلاح میشه 76 تریلیون دلار. خب چرا این شد؟ رحمت الله نبیل میگه مدیریت نادرست امریکا، نبود استراتژی منسجم و عدم تعهد و دیدگاه دراز مدت. درست، این چیری امریکاست واقعا؟ امریکا چی ضرورت داره که دیدگاه دراز مدت نسبت به افغانستان داشته باشه در صورتی که در یک کشوری که متغیر است دیدگاه دراز مدت نمیشه؟ استراتژی منسجمش هم نیست که اومد بسیار کارا کرده در قسمت مواد مخدر و معادن افغانستان، چیزایی شده که کسی در باره صحبت کرده نمیتونه. آله تاکید بیش از حد برای حل نظامی و جای حل جامع منازعات، یعنی حل جامع مثلا منازعات افغانستان و دوش امریکا است. او آمده بود کار خودم میکرد که این پیش انداخت یک کسی را به نام یک نامعلوم بن لادن، باز بعد از او معاونش الان
او پشت از او میگشت، اصل پشت دیگه چیزا میگشت. حل جامعه منازعات افغانستان به دوش امریکا نیست، به دوش رهبرای سیاسی و رهبرای اقوام است که هرگز رای حل هم پیدا نکرده تاله. خب میرم دیگه. ای که فساد گسترده در داخل دولت افغانستان که باعث بی‌اعتمادی شد، بله دیدن که باید یا کل از یا دوز دست یا شریک بی‌اعتماد بودن هم میتونن، اینا هر قدر کوشش هم کردن که گشایش با وجود بیاین نشد، نشد. تجدید نظر کردن که این طالب ما چرا که از جنگ کنیم، بهترین این خوب انسجام داره. بله نبود شرکای صادق با صلاحیت و قابل اعتماد در رهبری افغانستان. خب این مردم خودشان آورده بودن دیگه، اول شرکای صادق بودن که این مسئله افغانستان گرفتن، هم هیچ قابل اعتماد چطور نبودن، کلش افراد خود شما بود. خب دیگه ای که درک ناکافی از اما پیچیدگی های محلی قبیلهی و فرهنگی افغانستان. خود درست ایجا خود اصلا نامده بود امریکا که پیچیدگی های محلی قبیلهی و فرهنگی افغانستان رو درک کنن، او دنبال امو مطالبات خودش بود. اینمی وظیفه افغانستان است داخل شکست رهبران سیاسی افغانستان. خب بله اینا نه از دولت سازی چیزی میفهمیدن، نه از حفظ نهادها و نه از ایجاد ظرفیت، به خاطر از اینکه اینا تعهد به افغانستان نداشتن. تعهد به افغانستان داشتن یک چیز ریشه باید باشد. یک در دوره سلطنت تا اما اوایل داوود خان اونام امت یک تعهد نه امت شکل میگرفته، صورت بسته بود اما پخته نشد. دیگه بعد از اون که خلاص بعد از اون جنگ آمد دیگه، وقتی که جنگ در دوره پس از داوود خان جنگ آمد دیگه، هیچ کسی فرصت نیافت که توسعه و حفظ نهادها را بکنه و به اصطلاح ملت سازی معنادار نه دیگه، اولویت جنگ بود، اول امنیت، هیچ کدامش نشد. دیگه ای که میگه پاکستان امریکا با نقش پاکستان در حمایت و تامین پناهگاه امن بر گروه طالبات نپرداخت، یعنی بر ریشه های اصلی شورش که در پاکستان است اینا توجه نکردن به خاطر از اینکه پاکستان از خودشان بود، شریکشان بود و پاکستان گارنیزیونشان است. نمیکردن، میفهمیدن که وان طالب اونجا میره فلانجا شورای کویته و تمام رهبرانشان در پاکستان است، اینا با پاکستان متحد بودند. من نمیفهم چرا بسیار توقع دارن از امریکا که باید پاکستان خفه میکرد، سر گلویش پای میامند. نه این توقع را باید از سر خود ما بیرون کنیم. خب مدارا با طالبا دست کمگیری تعهد ایدئولوژیک طالبا، مدارا خلقی میکرد از کرزی شروع تا غنی تا فهیم تا جوادی ها تا کلش مدارا با طالبا بود، منتها شکلش اعلام نشده بود، منتها او قدرت و به صلاح قاطعیت طالبا رو نداشتن. خلاص چون بیش از اندازه به اصطلاح فاسد بودن و ای که همکاری ناکافی منطقی و به اصطلاح منافع متضاد کشورهای همسایه، نفوذ قدرت‌های منطقی مثل ایران و روسیه و چین، بله اینی سه کشور امریکا را اما گلویش گرفته بود، طالب کمک میکردن اینی می سه کشور تا که امریکا را کشیدن برامت رفت، چون او نامده بود که افغانستان تا ابد در قیمومیت خود بگیره و نظام سازی هم کنه، بیخی گل و گلزار بسازن. نه نتانست، یکی اراده نداشت، یکی بود از شان امریکا نیست
دیگه کی نیست کشور بیخش کند آیست آیست و این حال ظهور رقابت های جیوپولیتیکی و بازی های قدرت این مسائلی بود. خب اما نبیل از خائن های داخلی همینطور به طور صریح نگفته و آدم های بی سواد، کم سواد، دزد و ضد اداره و مدیریت و ضد شرافت افغانستان ایتو باید با قدرت تحت یک دو ماده دیگه یاد میکرد. ای بود موارد مربوط به افغانستان که خدمت شما من لازم دانستم که یادآور شم. حال عبدالله آریپوف نخست وزیر ازبکستان آمده در افغان در کابل آمد. دولت موقت طالب به رسمیت نمیشناسن، یک رنگ پروتکل امضا کرده میرن. سفارت افغانستان و تاشکند همون پرچم قدیمی جمهوری دوری جمهوری رو داره. 35 یادداشت تفاهم به ارزش مثلا 2.5 میلیارد دلار امضا میکنن. خوی چی از این چیزا روی یک حساب و کتاب است؟ کشورهای اطراف افغانستان این شما ایواز همی کشورها باشین چی میکنین؟ اونا به خاطر حفظ ثبات اقتصادی خود برابرداری از سود منابع ایجاد شبکه های اطلاعاتی در افغانستان ضرورت دارند که داد و گرفت با طالبان داشته باشند. ضرورت دارند اگر شما ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان باشین همی کار میکنین. رژیم به رسمیت نمیشناسن، اونا 15 آگست هم تبریک ندادن. مگر همه چیز خود به اصطلاح اینا که میکنن، اما از نظر امنیتی خود بیمه میکنن، هم از یک دیگه تغذیه میکنن از نظر اقتصادی. این تجهیزات نظامی دوری جمهوری که مثلا در ازبکستان برده شدن و تیارات اونجا هست. آسیای میانه از این مسیر افغانستان سال چهار چالش خطر است، اونا متوجه میباشن چی بکنن. این نسخه وجود نداره که دو طالب بتانه بدون چالش در افغانستان باقی بانه. قطعا نه، این کل کشورهای آسیای میانه میفهم و شمول ایران روسیه که طالب ماندنی نیست بدون چالش قدرت، این خود محکم کرده نمیتونه. نیروهای منطقه و به سلام بلوک تحت رهبری امریکا در نهایت ارگا مطالباتشان مثلا بر مقتضای وضعیت تغییر بکنه، استراتژیشان ایجاب بکنه، این رژیم به چالش میکشن، خوردش میکنن. ظلم ستم طالب بالای مردم یک اهرم آسان برای بازیگرای جهانی است. مثلا بحث زنا این کل بازی جهان است. این چین و ازبکستان و ایران این رابط تجارتی دیپلماتیک با طالب دارن، واقعیت است که رژیم از امریکا اصلا حرف شنوی داره. کی؟ طالب. چرا؟ به خاطر از این که بودیجیش از او جمعه، هر که ناندهد فرماندهد است. طالب ها ممکن است مثلا بگید به این طرف هم بازی میکنه، این طرف تا خود اگر رقم تو جا بیندازم، اما در نهایت آدرسش یک جای است و اگر درگیری بین اول قدرت ها میاد رژیم طالب 100% میشه چی میشه؟ یک لنگه میشه. هدف امریکا و پاکستان تثبیت کنترل بر افغانستان و صدور جنگ به آسیای میانه است. اصل گپ اینی است که طالب آوردن و پولم داده میرن. قدرت های منطقه ای ازبکستان و اینا در صدد از بین بردن نفوذ امریکا و پاکستان هستند. ایتیاد کرده با طالب چی میکنن؟ هم دیپلماسی، هم تجارت، هم مواظبت. این تضاد منافع بین ابرقدرت ها در نهایت رژیم طالبان را غرق خواهد کرد. اما حرف پیشتر ما تاکید میکنم، چرا طالب پدیده است که با زندگی آفریده نشده شده؟ چه خواست که مثلا یک دولت قابل قبول، یک دولت ملی را ایجاد بکنه؟ پس اما روح افغانستان دوباره برگرده؟ نه نه نه، این پدیده نیست، یا جای دیگه آمده. و به این خاطر ایتو معلوم میشه که اینا غرق میشن و یک نیروهای ویرانگل هم در شمال ایجاد میشه. این حتمی است.